کجا؟ اینجا که جای ماشین نیست آقا، برگرد آخر. برو آخر. برو آخر. بگو پیاده شن، پیاده بیا. چشه؟ پاش از خودش نیست. مادر سادیه؟ دست رو دلم نذار آقا. خدا قوت، خسته نباشید. سلام عمو. سلام. درمونده نباشید. میخواید ببریدش پای درخت؟ برادرمه، آوردیمش اینجا بلکه شفا بگیره. نشونی رو درست اومدید، هر کی میاد اینجا یه دردی داره. برید با امید خدا انشالله که جواب بگیرید. ماشینه که نذاشتن ببریم جلو، خودش هم که قوت نداره، یکم کمک کنید. قوت نمیخواد برادر من، صدا کنم 10 نفر میان کمکت، اما افاقه ای نداره، بگذارید خودش بره. چطوری؟ این بدبخت که پا نداره، یعنی داره و خودش نمیتونه بره. بگذارید خودش رو بکشه رو زمین، تقلا کنه تا برسه پای درخت. باید معلوم کنه که چقدر دوست داره دستش برسه به درخت. هر کاری یه حکمتی داره. باش، کمکم کنید بیام پایین، میخوام خودم برم. هی 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 هی، این بینوای گوشه نشین با خودش عهد کرده لب به قسم باز نکنه. اما پاری اوقات آدم چاره ناچار میشه که چی؟ عهدشو بشکنه. میشکنم، یه توبه دواشه، به همین درخت قسم. با دیدنت انگار یه گوله زغال مخملی گذاشتن رو جگرم. من روسیا میرم خودم رو گماگور میکنم طوری که نه نومی بمونه از هم نه نشون. مگه نمیبینید آقا اسمیج گناه داره؟ بیا کمک. بلش کنید آقا، بلش کنید، بگذارید خودش بره، باید ریاضت بکشه تا بهش عنایت بشه. ها ماشالله، ماشالله. زبونم لال، زبونم لال، ببینم جوونی به این رعنایی اینجوری خودشو میکشه پای درخت، اون وقت رو پای خودش بر نگرده. جوون، این درخت شفا میده، اما نبی دعای این حقیر سراپا تقصیر. درویش سر کتاب باز میکنه، دعا مینویسه، دعای درویش عین آب روی آتیش. چقدر طول میکشه؟ کی میتونه وقت معلوم کنه جوون؟ دست من و تو نیست، اینجا آخرشه، بمون رو پاهات تا بلند شه.
اینطوری که نمیشه مرد، یه کاری بکن. باز چی شده؟ یه عالمه قند گذاشته جلوش، میگه ندارم. داره میگه ندارم؟ نه بابا، لابو چیز دیگه بوده، فکر کردی قنده. هیچی به ما نمیفروشه. کجا؟ میرم ببینم حرف حسابش چیه که میگه ندارم. بالشه، دلش نمیخواد بفروشه. مگه دل بخواهیه؟ مفت و نسیه که نمیخواد بده، پولشو میگیره. میترسم بری حرفتون بشه شر بپا کنی. خلیل، تو رو خدا از خر شیطون بیا پای مرد. اینطوری کنی میذارم میرم پیش ننه بابام، تو بمون با هم آبادیات. تا میتونی یقه بده یقه بگیر. همه دست بکی کردن تا کفر منو بالا بیارن. من کار به کار کسی ندارم. خلیل، تو هم آخه یکی مثل همه مردم. ای خدا، تو رو ارواح خاک آقات تا به خاک سیاه ننشوندیمون، دست از این کارا و حرفا بردار. یا آینه دق جلو چشمونه بس نیست؟ یا خدا، خلیل، خاک به سرم، تو رو خدا بگیرش خلیل. لال بودنش بستمه دیگه، نظر شلوشیدم بشه. صدا تو بیا فاین، هل میشه میافته. خوارم که بکشم نمیشنبه. یه کاری بکن خلیل. بیا اینجا ببینم، میخوای از این بدبختنم کنی ها؟ میخوای از این بدبختنم کنی؟ ناشکری نکن. مردم از دور و نزدیک میاد اینجا که حاجت بگیرن، اون وقت ما بغل گوشمونه حالیمون نیست. دیگه بس کن. مگه ندیدی داشت میافتاد؟ خب که چی؟ خلیل، قهرش دامنمونو بگیره خونه خرابمون میکنه ها. چطوره یه جفت چکمه بندازم گردنم، پا برنه را بیفتم بگم توبه؟ این مار، مار قبرستونه. دو متر قد داره و شیش متر پرش. شرم و حیام حالیش نی، غریبه و آشنام نمیشنسه. این حیوان انقدر بی حیاست که به منی که صاحبشم رحم نمی کنه. غافل بشم نیششو فرو می کنه توی تنم. آی برادر، آی جوون من، حواست به من باشه. حواست به این پهلوونه هست؟ حساب دستشه. برو پای معرکه. خوب نگاه کن، اعتباری به این جماعت نیست. نه شعبده هست، نه چشمندی. صداشو می شفی؟ چه اف و کف می کنه؟ بیاد به طرفت پا می زری به فرار. الان می تونی، اما چهار سبایی دیگه که گذاشتن توی یه وجب خاک نمیتونی. حالا من این مارو از توی این صندوق در میارم، میخوام ببینم کی میمونه و کی میره. اما قبلش میخوام ببینم که چقدر دست دهنده داری، میتونی یه پول سیاه بندازی تو کاسه این پهلوون یا نه. میخوای نامید بر نگردی پهلوونو دست خالی بر نگردو. پولتو به دکتر دوا ندی، درد داری، لا علاجه. درست اومدی، دل بدی به دل همین درخت، دست خالی بر نمیگردی. به حق همین درخت که شاید به چشم بعضی از شماهای تیکه چوب خشک بیاد، قسم خودم دیدم. کور اومده، چشمدار رفته، قرضدار و درمونده اومده، همینجا قرضش ادا شده و رفته. یه زنی رو میشناختم، بچه دار نمیشون، شوهرش داشت طلاقش میداد، اومد همینجا پای این معرکه. عجب هفخطیه این، دو ساعت مردم رو گشته سر کار که بهشون یه مار نشون بده. مار قبرستون یا مار کافر؟ خب پولی پارو میکنه ها. به چی میخندی بچه؟ خرمگس معرکه نشو. ببینم، مگه تو بزرگتر نداری که تمشیتت کنه؟ اون دفعه هم که تو جوات ماری در نیوردی، فقط حرفشون رو زدی. من تا حالا نون دروغ و دغل نخوردم،
این حرفا چی که واسه پهلوان در میاری؟ نشون بده ببینم راست میگی ها؟ لا اله الا الله. ببینم این بچه مگه بزرگتر نداره؟ این پسر خلیله، به باباش رفته. اونم هیچیو قبول نداره. آب یا فینم بلمان مگه آزار داری؟ بلم کن این مار جلو در بیاد با سه فرار از دستش میری و دست به دومن اژدها میشی. اونم چه اژدهایی؟ اژدهای هفت‌سر. چی کار میکنی؟ گوش بچه رو بل کن. اومده معرکه رو بریزه به هم، داره مسخره بازی در میاره. بچم نمت، این چه کاریه؟ آخه دروغ میگه، اون دفعه فقط دم ما رو نشون داد. میدونی اگه باد به گوش بابات برسونه که این طرف آفتابی شدی چه قشقرقی به پا میکنه؟ نمیدونه؟ بابا بالاخره باید بدونه که بچهش کجا میره کجا میاد. ها؟ واسه چی گریه میکنی؟ برو، ما به خلیل چیزی نمیگیم. اگه بره و دیگه این طرف ها پیداش نشه واسه چی به خلیل بگیم؟ مثل باباشه. سرتق و کل خر. ای بابا، از خر یک قرونی که کره 100 تومانی بس نمیافته. رفتی والا چی کار؟ نمیبینی آبادی جاکن شده؟ به من و تو چه دخلی داره؟ خب لابد یه خبری شده، بریم ببینیم چیه؟ لازم نکرده. شکر این جوون شفا پیدا کرد. همه تون حاجت میگیرید. حالا راه باز کنید تا این جوون رو ببرن. راه باز کنید. جلو نیاد. با همین چرخ اومد و با دم و نفس درویش و کرامت این درخت با دو پای خودش راه افتاد. از این گوشت یه پشت ناخونم به آدم برسه کفایت میکنه. برای پوری و سیری شکم نیست. افلیج بوده، میگن یوسف و سلامت بلند شده رو پای خودش. یعنی ای کن رقیه، اهل این آبادی رو قابل ندونسته که اومده به خوابه یه غریبه. کی؟ زنم و من چیکار کنم؟ این شد 5 تا. میبینی پاک کافر شدن. این حرفان گوششون اذیت میکنه. همواره ها گفتن گلاب را بدیم، تو واره هم لقمه یه کافر شدیم. بهشون بگو خیالشون راحت باشه، گلابم یه فکری به حال خودش میکنه. چه فکری زنم؟ وقتی میگم برو شیر گاوه تو قاطی این شیر بشه چی میشه؟ خلیل کافره، فرزن قبول. گاوش که کافر نیست، من و بچه هاش چی؟ آخه مسلمون، من با این یه چیک شیر چه گلی میتونم به سر خودم بگیرم؟ خدای شما بزرگی. الا 40 تا چشم به در دوخته است که تو با گادوشه پر برمیگردی یا خالی؟ روز و شک به دروغ نمیشه. میشه بر منکرف لعنت. همه اهل آبادی از کوچیک و بزرگ با چش خودشون دیدن، یعنی همه دروغ میگن. یکیش خود من با همین چشام دیدم چجوری این مار پیش اتاق خورد رو سنگ و سقال خودشو کشید تا پای درخت. مقدلی چای. خلیل این شب نبودی، نیمدی تموم آلی جاکن شده بودن، اومده بودن اونجا. حاضر غایب میکردن؟
من نمیدونم تو درد چیه که باورت نمیشه. کی باور کردی که من دومیش باشم؟ بابا همه باور کردن. اگه همه باور کردن چرا انقدر حرفشو میزنن؟ به زبون باور کردن. تای دلشون میدونن این حرفا یه مش دروغ و دغله. دری به پای درخت خوابش میبره. یه نفر تو خواب میاد بالا سرشو میگه بلند شو. میگه بابا من پا ندارم که بلند شم. میگه چرا؟ حالا دیگه پا داری. بلند شو. وقتی بلند میشه رو پاش وای میسه میبینی میتونه راه بره. به غریبه میگه برو به مردم بگو من 6 قدم یه درخت خاکم، اما بی نشونم. بگو نمیخوان یه نشون رو قبر من بذارن. موندم این همه دروغ و دستک رو از کجا میارن؟ آخرش با این حرفات خودت بیچاره میکنی. از من گفتن بود، باقش به خودت. از قدیم گفتن نرود میخ آهنین در سنگ. قدیمی های چیز دیگه هم گفتند، خری که خاک میخوره اول خودش دل درد میگیره. این دفعه خواستی حرف بزنی قبل از اینکه حرف بیاد رو زبون بی حساب موندن هی حلقت خوب مزمزش کن بعد بنداز تا که درد. حالا دیگه تو هم واسه من آدم شدی؟ از خودت بدگمونی؟ چرا به خودت برمیداری؟ بابا خجالتم برای بشر خوب چیزیه. بچه شدین؟ دو تا اینفه رو به جون هم نندازین، خون به پا میشه. دلت از جای دیگه پره، سر من خالی میکنی؟ نمزون، زبون بده هم بگیر. چیه؟ بی کس گیر اردی رگی گردن براش کلاف میکنی؟ برو بگو بزرگترت بیاد با من حرف بزنه. تو جغل کوچیکتر از اونی هستی که با من حرف بزنی. سفتر، یک کلوم مثل مرد بگو، با من میخوای چیکار کنی؟ یکی، چه کار میخوام بکنم؟ یه هفته آزگار علاف هم کردی، حالا میگی بابت چی؟ مرد حسابی، زمینم داره از گاب میره، نبش برچینه دیگه چطوری میتونم ترش کنم تو این بیابی؟ آخه؟ آخه نداره، مسخره که نیستم. چیه؟ بدجوری توپت پره؟ میترسم چهار تا مثل تو آخرش دیوونم کنن. کوچیک و بزرگ تو این آبادی دست به یکی کردن که کفر منو بالا بیارن. پای منو وسط نکش، نرسیدم بیام، همین. نرسیدی قبول. حالا که میرسی؟ نه، نمیرسم. یعنی نمیان؟ نه، نمیان. بده من. زمین من شخ نمیخواد؟ ببین، حال و حوصله یکی به دو کردن با تو رو ندارم. نمیرسم، نمیام. اصلا دوست ندارم بیام. ببینم تو که دیشب نیومدی، کسی ازت بازخواست کرد؟ دوست نداشتی، اختیار خودتو داشتی. منم اختیار مالمو دارم. ندارم؟ از دردت همینه، میموردی همون اول بگی؟ زنمون راد نداد؟ حالیشون میکنم خلی؟ به خیال کردم خلی؟ خلیل کروقیه مثل مادرته. برو کنم خلیل. ای خدا مرگم، یه یالا رو زبونت نیست. من خودیم، اما میخوام چند کلوم با زنمون خودمونی حرف بزنم. باریکلا گلا، رفتی پرش کردی تو انظار بریزه سر ما؟ زنمو به همون ذریعه که شیشگوشش رو بوسیدی من هیچی نگفتم. هر کاری کردم جلوشو بگیرم نتونستم. این رسمشه که آدم از خودیم بخوره. همواره حال انت بین کردن کسی رو که گلابو تو واره را بده. من چی کار از دستم برمیاد؟ بی خود کردن یه اوم تو این آبادی دوست و دشمنی بود، اما حساب زنها از مردا جدا بود. مردا اگه سر و دست همدیگر رو میشکستن واره زنها به پا بود. بی خود یا با خود، من یک نفرم. حالیته؟ پس خودتون خواستی. خلیل صبر کن ببینم با خودمون چی خواستی؟ اگه قرار شیر گاوه گلاب بمونه چرا شیر بقیه رو آتیش باشه؟ ها خلیل،
نیاز دارم. خلیل با تو هم. خوب خاکی به سرت شد. این چه کاری بود کردی؟ بذار هر چی میخواد بشه بشه، یا این رو یا اون رو، یا رومی روم یا زنگی زنگ، فقط نمیدونم داریم تاوان چی رو پس میدیم. نمیدونی؟ راست راستی نمیدونی؟ همه اهل آبادی یه طرف، تو تک و تنها یه طرف. خب تو هم بشو مثل اونا. من مثل خودمم، مثل کسی هم نیستم، مثل کسی هم نمیخوام باشم. یه درخت بی زبون علم کردن که چی؟ بخت باز میکنه، مراد زن نازا رو میده، کور شفا میده، علیل و افلیس صفا میکنه. حالا هم که از خودشون رنگ در آوردن، قبر بینشون کسی که معلوم نیست کیه اونجا پیدا شده. خلیل زبون تو گاز بگیر مرد. میخوای از همین که هستی بدبختارمون کنی؟ کم بدبختی داری؟ بدبختی من اینه که تو هم مثل اونه. کلاقی چی شدی؟ خیر انشالله. خیلی چه غلطی کرده؟ هیچی بابا کربلام حسین. خیلی خوب خیلی خوب، جوشی نشو، بیان تو یا بریم بریم بسی چیه. کجا؟ باید به این مرتیکه حالی کنم. یه من ماس چقدر کره داره؟ با چوب؟ کل غلام حسین شیطون رو لعنت کن. یه چوب بره بالا صد تا شر ازش میاد پایین. من بند خیر و شرش نیستم سلیمون. اشک کروغه قیمت داره. های سولت سلطان، مگه مردیم که وایسادین رو اشک همتون رو نگاه میکنید؟ غلام حسین من از تو جوشی ترم. به بچه هات بگو آروم باشن، این راهش نیست. تراب وقتی اومدی کت خدای کروغیه یادت هست چی بهت گفتم؟ بهت گفتم کروغیه برا من یعنی همه چی. گفتم یا نگفتم؟ گفتی. گفتم اگه اون تب بکنه من میمیرم. گفتم یا نگفتم؟ گفتی. اون الان داره گریه میکنه، میبینی تراب؟ اگه تو نمیتونی از حریم خونه زندگی نگهداری بکنی نکن. من اجازه نمیدم کسی از گل بالاتر بهش بگه، که اگه بگه با دستای خودش قبر خودشو کنده. بابا غلام حسین حکمن حرفی زدن، خب اون عصبانی شده الانم پشیمونه. تراب این حرف خوبی نیست که میزنی. اگه قرار باشه هر کسی خلقش تنگ بشه که بره یه کاری بکنه، که سنگ رو سنگ بند نمیشه. الانم کل غلام حسین خلقش تنگ شده، خوبه بره بزنه ناکارش بکنه، بعدش هم پشیمون بشه. باش ببینم تو آمدی آتیش خاموش کنی یا دم بدی به دمش. شکرالله. نه بابا، مثل اینکه ما شدیم آتش بیار معرکه. اصلا به من چه ربطی داره؟ هر کاری داره تو میخواد بکنی. تراب البته تو حق داری، از یه طرف زنت ایستاده اینجا، یه طرف برادرزادت، ولی من میگم خوبه که هر چیزی سر جای خودش باشه. مینشونمش سر جاش. کل غلام مثل این قائله رو ختمش کن. بیشتر از اینم میگه آب بریزی نکن. نه تاقاری شکسته، نه ما سیریخت. کروغیه همینی که گفتم. رو چشم عمرم اینقدر پیش مردم خار خفیف نشده بودم. هرچی از دهنش در اومد و نیومد بارم کرد. کم مونده بود مرده و زنده منو بیاره جلوی چشم. سلام عمو. چه سلامی؟ چه علیکی؟ عمو کیه؟ بچه ها با نعمت بازی نمیکنن، نکنن. گاومو تو گله را نمیدن، ندن به جهنم. زمینمو شخ نمیزنن، خب نزنن. همه اینا به درک. اما عمو، زنمو چرا گلابو تو واره را نمیده؟ ده همین دیگه. کسی رو برای خودت نگه نمیداری. تو فامیل، قوم، خیش، غریبه، اصلا همه بد. کروغیه چی؟ بهت بد کرده؟ اگه بدی کرده بود میگفتم کاری که کردم حقش بود.
اما حالیمه که مادریمو کرده. ازش توقع نداشتم، نمیرفتم سراغش. اما زخم کم معلی خودی از زخم شمشیر صد تا غریبه بدتر عمو. من دلم هم از همین میسوزه عمو. میرم تو انزار جلو چشم همه بزنم اون میگم غلط کردم، اما به غلام حسین هم حالی میکنم که از این بعد قد دهنش حرف بزنه. تو بی خود میکنی جلو غلام حسین پسرش وایسی. سلام عمو. سلام عمو جان. این بخت سیاه سوخته منه، خلیل حالیش نیست، از کجا داری میخوری؟ بهش میگم مرد، مگه این درخت چه بدی در حقت کرده که هر جا میشینی دهنتو وا میکنی و یه چیزی میگی؟ خب درخت قیزش گرفته، قهرش دامنمونو گرفته، نمیبینه. خودت ناراحت نکنم. حالا کجاشو دیدی؟ اگه تا حالا هرچی بدبختی سرمون اومده از قیز و قهر این درخته، حلیم داره دیگه اینی که تازه قبرشو پیدا کردن. گمونم الان سنگمون کنه ها. استغفرالله. خلیل آسته بیا آسته برو، چشتو رو همه چیز ببن، دهنتم سفتر. چند وقتی دمپر غلام حسین و پسراش ظاهر نشو. غلام حسین شطور کینه است بابا. خوبه دیگه، یه بارکی بگو برو بمیر و خلاص. والا خودت به مردن بزنی بهتر از اینه که روزی هزار بار آرزو مرگ کنی. همین دیگه، حالا شما هی بگو مگه به خرجش میره؟ از فرداست که را بیفته تو آبادی و جار بزنه این درخت چیست؟ به این بدبخت بیچاره ها نگاه کن، همشون به یه امیدی اومدن اینجا نشستن. روز به روزم بیشتر میشن. آره، باید هم مقممون رو هم بذاریم تا یه نشونی سر قبر این حلالزاده ای که اینجا خاکه درست کنیم. هممون زیر دینیم، زیر دین اهل خاک موندن آدمو خاکستر نشین میکنه. چرا این همه خودی رو ول کرده رفته سراغ اون غریبه؟ اصلا چرا تا حالا به خواب کسی نیومده؟ لابد یه حکمتی هست، من از کجا بدونم؟ یه جوری حرف میزنی که انگار من بهش گفتم بره به خواب اون غریبه. منو چرا خواستی بیام اینجا؟ میخوام تو سر خیر این کار بشی. چرا من؟ فین آبادی کسی رو حرف تو حرف نمیزنه. سلیمون کار کوچیکی نیست، فکر آخر و عاقبتشو کردی؟ میخوام تو هر طایفه ای یه بزرگی پا به پام بشه. سلیمون خان این درختو ولش کن همینجوری که هست بمون. من چی کار دارم برادر من؟ خودش رفته به خواب اون غریبه. خب شاید اون یه چیزی همینجوری گفته. میگم اگه راست باشه. راست باشه؟ تو هنوز تو راست و دروغش موندی؟ تو چرا بهت بر میخوره؟ چرا به هم بر بخوره؟ شاید تو راست بگی. بذار بهشون بگم، بلکه پاشم برم پی بدبختی و بیچارگیشون، اینجوری اینجا خودشونو علاف نکنن. این وقت شب برای چی اومدی اینجا؟ ها؟ زنم دخترزاست، اومدم پسر میخوام. بفرما. خواهرم تو برای چی اومدی اینجا؟ هفتش ماهی که بابام مریضه، افتاده گوشه خونه، اومدیم دعا کنیم بلکه خدا ازش راضی بشه. بفرما. غریبه تو این وقت شب اومدی اینجا چی کار؟ نترس، نترس، کاری باهات ندارم، فقط میخوام ببینم برای چی اومدی اینجا. این بدبخت پی سی داره، بهش دست نزن، خطرناکه. من که باهاش کاری ندارم، فقط میخوام ببینم برای چی اومده اینجا. اصلا معلومه چته؟ خلیل از تو بهتره، روک و راست میگه که این درخت و کراماتش همه دروغ و در همه، اما تو هنوز تو دروغ و راستش موندی. آخه عزیز من، برادر من، لا اله، آخه و اما اگر نداره، راسته یا دروغ، اونی که تو دلته به زبون بیار و بذار مردم همه بدونن. من حوصله دست به یقه شدن با مردم رو ندارم. مردم کیان؟ از خدا بترس. خب باید چی کار کنیم؟ سلام علیکم. سلام آقا، خوش آمد. درو چرا میبندی؟ میخوام برم شهر. صندلی خالی نداریم، چهارپایه میشینم.
حالا چه جوری برم؟ برو کرایه همه صندلیاتم میدم. امروز حساب کردی، فردا چی؟ همین که حرکت کنم هیچ کی دیگه سوار مینیبوس نمیشه. بعد ببرمش دکتر، نوبت داره. برو سر جاده ماشین پیدا میشه. باعث اینو نما نشو. من براش کاری نمیتونم بکنم. دارویی؟ دوایی؟ یعنی هیچی؟ تو عکساش یه آرزه مشکوک دیدم. خب زحمت بکشید یه نسخه براش بنویسید. مشکل بچه شما با نسخه و دارو حل نمیشه. پس شما دکترها چی کار میتونید بکنید؟ همه کاری غیر از معجزه. من چی کار کنم؟ معرفی نامه میدم. ببرش مرکز فوق تخصصی. یه سری آزمایش مخصوص لازم داره. شما باید همه تلاش خودتون رو بکنید. امیدی هست؟ چرا که نه؟ بهت ببخشه، چه دختر خوشگل و آرومی داری. بله ماشالله ساکت و ایچی نگوه. منم یه پسر دارم همسن و سال این خانم خانوما. چشت روز بد نبینه. آی حرف میزنه، آی حرف میزنه. سلام. سلام دادن به بزرگی کوچیکی نیست، سلام دادن مستحبه، جوابشم واجب. علیک سلام. امروز صبح من ریش سفید پا شدم اومدم اینجا که باها دو کلوم حرف حساب بزنم، اما تا اذن ندی پامو نمیذارم داخل. تو همین حیاط میشینم و حرفامو میزنم. حالا بعد چی بشنوم؟ چی دوست داری بشنوی؟ من؟ هیچی، من کاری به کارت ندارم. دیگه نشد. تو جد در جد مسلمونی، اما دو پشت پیش من مسلمون نبودن. خلیل، تو همین دو پشت من فهمیدم که مسلمون نباید دروغ بگی. سلیمون که نشد دیگه. تو هر جا نشستی گفتی به مسلمونی سلیمون شک دارم. نگفتی؟ گفتی. شاید تو درست بگی، ولی پدر خدا بیامرز من تو همین دو تا گوشم شهادتنم رو خونده. قبول نداری؟ الانم اومدم شهادتمو بگم. اشهد ان لا اله الا الله. بس کن سلیمون، مگه من کیم؟ خلیل، من دوست ندارم از دماغ کسی خون بیاد. من دوست دارم. دوست میگه گفتم، دشمن میگه میخواستم بگم. دیگه اگه جلوی کل غلام حسین و بچه هاشو نگرفته بودم که الان معلوم نبود زنده باشی. من ریش گرو گذاشتم خلیل. دست درد نکنه، اون یه حسابیه بین من و کروقیه. خودم هم از خجالتش در میام. نمیخواد تو ریش گرو بذاری. ده دفعه تا حالا خروش کرده بیاد سراغت. روک و راست بگو، چی میخوای؟ اومدم بگم دشمنی تو با این درخت عاقبتی نداره خلیل. نه ترس، اون درخت هیچی نیست. راستش شاید تا دیروز یه ترسی تای دلم بود، اما خدا خواست این بابایی که ادعا کرده شفا گرفته رو تو شهر ببینم. فهمیدم همش سیابازیه. تو مسلمونی، آبرو تو مفخرج نکن. خودتو از این بازی بکش کنار. چی؟ زنه داشت گدایی میکرد و اسفن میچرخوند، اونی هم که شفا گرفته بود خوب شیشه پاک میکرد. کی؟ تو رنگ به رنگ نشو. من میدونم این بازی رو شیبان را انداخته، خودش هم بس بیاد تمومش کنه. ردشو زدم، خرکشش میکنم میارمش اینجا. شیبان؟ یه دست به سر روی باغچم بکشم، زمینم و شخم بزنم و بکارم، میرم میارمش. اول میارمش پیش تو، هرچی باشه داداشته.
ازت حرف شنویی داره. سلام خواهر. صفی درخت ولش کن، من هستم. یه کار واجبه پیش اومده. بیا. همون کاری که بهتون گفته بودم انجام بدید. کسی هم بوی نبره. توقان بیا. سطل رو بنداز تا بهت بگیر. نترس. حواسم جمعه. این ورا هیچ بشری نیست. تا کی میخوای اینجا خودتو قایم کنی؟ تراب یه چیزایی میگفت که دیگه نمیشه دست رو دست گذاشت. خلیل میخواد یه کارایی بکنه، فقط تو میتونی جلوشو بگیری. بجام تا دیر نشده باید بریم. کردم کلقلام حسین انقدر مرد باشه که اگه از کسی دلگیر شد مرد و مردونه تو روش وایسه. خب که چی؟ از قدیم همیشه دلم میخواست تو مرام بشم عین کلقلام حسین، اما حالا میگم چقدر خوب شد که نشدم. خوف نکردی با پای خودت پاشدی اومدی اینجا؟ تا دیروز شاید ازت میترسیدم، اما الان از کسی که چاپر کنه و باغچه خراب کنه سر سوزنی ترس ندارم. چرا با کروقی اون معامله رو کردی؟ کروقی زن عمو ترابه، خواهر من. میدونم. نمیدونی؟ اگه میدونستی کاری نمیکردی که تو چشاش عشق بشینه. من خیلی جلوی خودم و بچه ها رو گرفتم که با تو رو در رو نشیم. به سلطه سلطان گفتم هر وقت تو رو دیدن راهشون رو کج کنه که روشون تو رو تا نیفته. من کار خیلی بدی کردم، اما این بود جوابش. من که هنوز کاری نکردم. من همیشه گفتم نباید عشق تو چشای کروقیه بشینه، که اگه نشست تو چشای اونی که گریش انداخته خون باید بشینه. خون مینداختی تو چشام، بهتر از این بود که چامو پر کنی. خیلی نامردی غلام حسین. حیفه به نامردی مثل تو بگن کربلایی. داستو بنداز، جوری بدنشو کفت و کوب کنی که این خاک نرم بشه. Thank you.
با از و جز که کار درست نمیشه. آی کرمی آخه کجا رفته؟ بچه نیست که گم بشه گه. آی چی شد؟ انگار یه چیکه آب شده رفتی تو زمین. ای خاک به سرم شد، خاک به سرم شد، بچه هم یتیم شده. ای زبونتو مار بزنه، این حرفا چیه میگی تو؟ همه چیه سر تا بود، اما خودش نبود. دعا کنید این کسایی که این بلا رو سرش آوردن دلشون به رحم بیاد. چه بلایی؟ تو از چیزی خبر داری؟ خب معلومه، چاهشو پر کردن، باغچه‌شو با خاک یکی کردن. خب لابد چی؟ کار کدوم نامسلمونه؟ پاشین برین بگردین پیداش کنین تا معلوم بشه. اگه بدونم کی بوده که چاه رو پر کرده و باغچه‌شو خراب کرده میدونم چه بلایی به سرش بیارم. نمیدونم چی بگم، انگار از غیب اومدن. خدا چقدر التماسش کردم، زجه زدم، گفتم مرد این هر بارو نزن دامنمونو میگیره، به خرجش نرم که نرم. این حرفا چیه داری میزنی؟ پاشین بریم بگردین ببینین کجاست، پیداش کنی. بریم بریم با امید خدا بلکه پیداش کنی. شد لاکردارا چاشو پر کردن، پر سنگ و خاکه. چاشو ول کن، خودش چی؟ نه اون پایین نیست. لای شکر، گفتم سرش گیج رفته افتاده توی چاه. خبری نیست؟ نه گفتم شاید انداخته باشنش روی چاه. کیا؟ همونایی که چاشو به این روز انداختن. همونایی که تا میخورده زدنش. ها؟ زدنش؟ نه زدنش. تو از کجا میدونی؟ کلقلام حسین زدنش، بد جوری هم زدنش. به بچه‌هات بگو برن یه سری به چاهای دیگه بزنن. یه وقت دیدی بعد از کتک خوردن داشته میرفته یه افتاده توی یکی از این چاها. به بچه های من چه مربوطه؟ خلیل از بین رفته باشه قاتلاش در امون نیستن، دارشون میزنن. قاتلاش؟ مگه چند نفر بودن؟ سه نفر بودن، یه نفر حکم کرده بزنید، دو نفرم. مگه تو دیدی؟ دیدن به منم گفتن. حالا چرا شما خوف میکنید؟ خلیل حقش بود، چوب ندونم کاریاشو خورد. شما هم که میدونید چی کار باید بکنید. تو مطمئنی همینجاست؟ اشتباه نمی کنی؟ نه رو به آفتاب دیگه همینجا میشه. ولی اون شب انگار گفتی 6 قدم. خیلی ها نیست؟ من گفتم؟ آره چه؟ گفتی اونی که اومده به خوابت گفته. آره گفت 6 تا 6 قدم، یعنی گفتش که 6 تا 6 قدم. ولی حساب کنی دقیقا همینجا میشه. ذره ذرهش درسته، یه وجبم این برون بر نیست. ستارهش ستاره زهره.
خوب به آسمون که نگاه کنی ستاره 6 پر داره. زحل ماه 8 سریانیه، از برج اسد رد میکنه میره به سنبله. سنبله یعنی خوشه. خوشه یعنی چی؟ یعنی گندم. خوب به اون روبرو نگاه کن، چی میبینی؟ گندم سا. آدرس از این سر راسته؟ پس همینجاست. فاتحه. فاتحه. بخور، این جوشونده معجزه میکنه. اون درخت کم بود که کاشتی تو کله مردم، حالا این لونه شیطونم. از خدا نمیترسی؟ خلیل زنین زندگیمو داغون کردین، حالا دوا و درمون؟ حرف نزن، برات خوب نیست. باز چه خوابی برای این مردم دیدی؟ تو اون برادر سلیمون دست شیطون از پشت بستی. بذار حالت بهتر بشه، بعدا با هم دیگه حرف میزنیم. آخه اصلا بکش. نه نمیکشمت، خرکشت میکنم میبرمت پای اون درخت. تو داری همه چیو خراب میکنی. هرچی بافتین رشته میکنم. خیلی داری تو میری خلیل، این راهش نیست. 3 پیش با سلیمون یه پسر بچه را آوردین آبادی، چو انداختین که نمیتونه راه بره. اون بچه زمینگیر شده بود، نمیتونه سر پا وایسه. الکی پای اون درخت چله نشینش کردین، بلند شد رو پاش، به همه گفتین درخت شفاش داده. درخت؟ درخت. امیدی هست؟ ناامیدی که کفره. حالا چرا اینجوری شده؟ داوود میگه عذاب میترسیده، برای اینکه ترسش بریزه یهو پرتش میکنه تو آب. بچه همینجوری که داشته میرفته زیر آب یهو پاش قفل میکنه، ترس رفته به جونش. با دکتر دوا خوب نمیشد؟ خیلی دکتر دوا کردن ولی افاقه نکرده. حالا تو داری چی کار میکنی؟ اینا چیه بافتی؟ اینا حکمتی داره که بعدم میفهم. میبافتی که مردم بدبخت و اسیر چرت و پرتای خودت بکنی ها؟ من فقط داشتم طبابت همو میکردم، اون بچه باید پا میشد. باید آروم آروم بری تا برسی به اون نوار زرده. فقط تا اون نوار سبزه. قصه شو که برات گفتم. اون دعایی رو هم که بهت یاد دادم و تو دلت بخون و راه بیفت. همه دیدید چند روز پیش این بچه نمیتونست از جاش جنب بخوره، اما حالا شکر مثل کبک داره میدوه، راه میره، بازی میکنه. میگم سلیمون، این شیبان نفس شفاستا. اون که سر جاش. اما این درخت، این درخت هم بی حکمت نیست. همه چی دست خداست. اگه خدا نخواد این درخت برگای خودش هم نمیتونه نگه داره. راست میگه، بر منکرش لعنت. اگر خدا بخواد چی؟ اون وقتی که این درخت میتونه مرده زنده کنه. افتاد به سرتون که بگین درخت شفاش داده ها؟ فکر نمیکردم مردم باور کنن، نمیدونستم کار به اینجا میکشه. خدا ازت نگذره سلیمون. قبول، همش زیر سر سلیمون. تو چرا جلوشو نگرفتی؟ خواستم اما نتونستم. تا بیام به خودم به جنبم دیدم چیزی که نباید بشه شده. این چه بساطیه اینجا را انداختن؟
نظری میدن نظری میخورن، عیبی داره؟ آخه رو چه حسابی؟ رو چه کتابی؟ به من و تو چه مربوطه؟ سلیمون یکی باید به این مردم بگه چه دارن اشتباه میکنن. خب برو بهشون بگو، برو به خودشون بگو. چرا به من میگی؟ اما منم بهشون میگم که کجا رفته بودی، کدوم کفرستون بودی. من بردم اون بچه رو رسوندم دست ننه باباش. شیبان، اون بچه راستی راستی مریض بود؟ یعنی نبود؟ آوردش اینجا که بگی خودم شفا دادم، نه؟ بس کن سلیمون. این مردم باور کردن که این درخت شفا داده. بی خود کردن. میخوای بری به این مردم چی بگی؟ بگی همه این چیزا بی خودیه؟ تمام اینا چیزاییه که تو کردی تو کلشون. میرم به همه شون میگم. مردم هنوز به مسلمونی من و تو شک دارن. سرتو بنداز پایین و زندگیتو بکن. مردم ایمون آوردن به این درخت، چیزا ازش دیدن. به خدا این چیزایی که داری میگی معصیت داره. میان اینجا دعا میکنن، راز و نیاز میکنن، معصیت داره؟ با یک درخت راز و نیاز میکنن؟ چرا لگد به بخت خودت میزنی شیبان؟ نمیخوای یه لقمه نون راحت در بیاری؟ این درخت اینجا باشه هم برای من خوبه هم برای تو. تو گفتی منم باور کردم. نه راه پس داشتم نه راه پیش. بعد جوری قاپ مردم رو دزدیده بود. یا باید قاطی بازیش میشدم یا باید تو رو مردم وای میسادم. من با این حرفا خام نمیشم. راست میگی، بیا با هم بریم به مردم بگو. الان وقتش نیست، به موقعش. یه فکرایی کردم. من میرم اما برمیگردم. یا با پای خودت میای یا جنازتو میبرم. تاله شوهر تاله عیازه. یه چیزی بنویسم کاری کنه کارستون. دعای پر سیمرغه. اگه شوهرت پشت کوه قاف هم که باشه پیداش میشه. خلیل؟ از حالش خبر داری؟ میدونی کدوم مریض خونه خوابیده؟ بیخبرم. آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. یا این حرفا یعنی چی؟ هیچی. بنویسم. هی عمو توقان دلت خوشه، برای کدومشون بنویسی؟ من که دردم یکی دوتا نیست. این از مرضیه، اونم از خلیل. گاومونم که شیرش خوش شده، چاهمونم که چی بگم. اگر دردم یکی بودی چه بذار تاله تو ببینم. یه چیزی می نویسم واسه همه درد. اولت میگه بیا بیا محمد جان، بیا بیا اینجا وایسا. وای بیا بشین بشین اینجا محمد جان، بشین بشین. دستت رو بگیر. گلاب، گلاب. نعمت. سلام آقا. سلام. کجا بودین؟ بچه ها میگفتن اما بهترین آقا تو بردن، دیگه هم پسش نمیدن. اما اموتورا گفت خبر داره، حالت خوبه؟ حالا که اومدم. گلاب کجاست؟ ننه خونه نیست، مرضیه رو برده بسته به درخت، بلکه زبونش خوب شه. به تو گفته بیا اینجا؟ خجالت بکش زن. راست میگه بنده خدا، درست میگه. زن بدون رضایت شوهرش مسجدم روا نیستش که بره. مبارک سلیمون، خوب درست کردی. اما چرا با چوب؟
نگفتی یه وقت آتیش میگیره؟ دست زن بچه تو بگیر و برو، اینجا جای تو نیست. آی مردم، این قبری که براتون کندن قبر خودتونه. خلیل، هیچ معلوم از چی داری میگی؟ خلیل، این درخت رو تیکه تیکه کنم دست از سر این مردم ور میداری یا نه؟ ها؟ صفی، اون تبره منو برده بیاد. آره دیگه، قطعش کن، این کار خودشو کرده، کنه شده، حالا بس به اون نوتره برسی. درد تو ایناست، راحتت میکنه، اونم آتیشش میزنم. بذار هر بلایی میخواد سر من بیاد بیاد. تو خیال کردی اینا نباشن مردم نمیان اینجا؟ اون چیزی که این همه بدبخت و درمونده رو کشونده اینجا یه چیز دیگه است. صفی، اون تبر منو بردو بیار. سلیمون، دست نگه دار، احترامت واجبه، اما اگه دم تبرت بخوره به پوست این درخت، مردم جنازت رو میندازن روی زمین. بندازن یه سگ روسیا کمتر. بده من صفی تبرو. بده من. آره کنار، برو کنار، بذار تیکه تیکه کنم این بیزبونو. اول منو بزن. برو کنار. بزن. منم بزن. برو کنار. اصلا تو چه کاره ای؟ مگه این درخت مال توه که هر کاری دلت خواست باهاش بکنی؟ خلیل، بیا کمک کنیم مایه شر رو بدبختی رو از ریشه بکنیم. نه سلیمون، قطع این درخت بیزبون چاره کار نیست. اصلا این درخت گناهی نداره. گناه از اوناییه که رخت و لباس شیطون تنش کردن. نه، تو این خونه از این بعد یا جای منه یا جای این زن. گلاب دیگه پاشو اونجا نمیذاره. ببینی درخت چه بلایی شده. داخه اگه من رفتم به خاطر مرضیه بوده، به خاطر خودت بوده. داخه زبون نفهم، من با چه زبونی بهت حالی کنم که اگه این بلا سر من اومده همش زیر سر اون درخته. این حرفا رو به من نزن، من که میدونم. چند بار بهت گفتم به اون درخت کار نداشته باش. آدمای مثل گلاب از سلیمون بدترن. سلیمون میدونه داره چیکار میکنه، اما آخه من به تو چی بگم؟ هیچی، سرتو بنداز پایین، کارتو بکن. تو دوتا بچه داری. نمیذارن که. دیدی با هم چه معامله ای کردن؟ زندگیمو داغون کردن. تو این چند وقتی که نبودی غلام حسین و پسراش چاتو آباد کردن، باغچتم درست کردن، زمینتم شخ زدن. دیگه چی میخوای؟ غلام حسین به مشک تیر خورده ابوالفضل قسم خورده که به چاه و زمین تو کاری نداشته. کل رقیه، این اگه با اون درخت کار نداشته باشه هیچ بلایی سر ما نمیاد. تو هم زبون به دهن بگیر. شادی هم راست میگه. میرم سراغ خودش، باید بیاد همه چیز از سیر تا پیاز براتون تعریف کنه. حرفای منو که باور نداری. کی؟ وقتی اومد میفهمی. این وقت شب؟ مگه روز خدا رو ازت گرفته نمو جان؟ دیگه طاقتم تاق شده. خلیل، خدا عالمه. حکمه یه کسی شفا پیدا کرده، بریم ببینیم چه خبره. تو مثل که خودت پی شر میگردی، تازه خلیل آرومش کردی. دوره آخر زمون شده دیگه، چی مونده برامون؟ هیچی، همش آتیش گرفته. دینمون، ایمونمون، فرداز که هزار تا بلا و نکبت سرمون نازل بشه. سلیمون، کار کیه؟ کار هر کی باشه باید جزاشو ببینه. خب معلومه کار کیه، خود به خود که آتیش نگرفته. آخه ما که ندیدیم کار کیه. آره ما که ندیدیم کار کیه، بی خودی هم نمیشه بهتون بزنیم. ایمون دادن سخته. ایمون دادن که نمیخواد، مثل روز روشنه. دیده رو نمیشه گفت، چه برسه به ندیده. اما خب اگر کسی دیده کار کیه، مدیون این حلال زاده است که اینجا خاکه. مرد آتیش زدن
میدونی چه حکمی داره؟ کار خلیله. پس چل معطلی را بیافتیم بریم بیاریمش اینجا، همینجا آتیشش بزنیم. خلیل، آهای خلیل، بیا بیرون. چه خبر خوشون کشی کردین؟ خلیل اومده؟ نه هنوز نیومده. تراب به این کافر بیدین بگو یاد بیرون. مگه چیکار کرده؟ این چه بساطیه راه انداختی؟ خودش میدونه چه غلطی کرده که مثل موش اون تو خودش رو قایم کرده. میگه خونه نیست. اون تو خونه است. بریم بکشیمش بیرون. خلیل از دیشب تا حالا که رفته بیرون نیومده خونه. مردین وایسین تا خودش بیاد. نذارین زخم کهنه سرباز کنه. برین رد کارتون. زن و بچهش از ترس دارن میلرزن. برین. نشنیدین کر رقیه چی گفت؟ برین رد کارتون. دروغ میگه. تا خلیل نیاد ما هیچ جا نمیریم. کی بود گفت کر رقیه دروغ میگه؟ خودشون نشون بده اون این حرفا رو تو روی من بزنه. ما که با کرقه کارین داریم کل غلام حسین. ما این خلیل بیدین و ایمونه میخواییم خلاص. وقتی کرقه میگه نیست یعنی نیست دیگه. ما هیچ جا نمیریم تا خلیل بیاد. هر کی اینجا بمونه خونش پای خودشه. مردم با این چی کار میخواید بکنید؟ آتیشش بزنیم. زنده نباید بمونه. ولش کنید بره. این بابا این چیزها رو قبول نداره. زوری که نمیشه. خودش خواسته. باید آتیشش بزنیم.
از کجا معلوم کار خلیله؟ پس کار کدوم آدم از خدا بیخبره؟ کار هر کی باشه بی جواب نمیمونه. با ایمون مردم بازی کردن کار کوچکی نیست. مردم، سلیمون اهل دروغ و دغل نیست، اینو همه تون میدونید. ولی من میخوام یه سوال ازش بپرسم. الان وقت سوال و جواب نیست. شیبان کجاست؟ من چه میدونم؟ تو هم وقت گیر آوردی؟ اگه الان اینجا بود چی کار میکرد؟ شیبان این چیزا رو نمیتونست ببینه. شیبان کرامات این درخت رو شناخت و به ما نشون داد. چرا رفت؟ اصلا کجا رفت؟ رفت؟ بگو بردنش. اما کجا من نمیدونم. مراد، داغ ما رو تازه نکن. صبر کن سلیمون، میخوام زحمت تو کم کنم. این غریبه رو میشناسی؟ هی اون خوره داره، دکترا بهش میگن جزام. سلیمون ریختبارشو دیده. اون شب که با کل غلام حسین حرفت شده بود یادته که خوره پاک صورتشو خورده. آره یادمه، بگو ببینم چی میخوای بگی. هر جا رفته خوب نشده. شیبان نشونی اینجا رو بهش داده. حرف بی خود نزن. شفا گرفت. تازه دیده کی اینجا رو آتیش زده. بفرما آقا خلیل. از قدیم گفتن هر کی شاهدش دوره روش سیاهه. تو صورت این بنده خدا نمیشد یه نظر نگاه کرد. قربون بزرگیت برم خدا. باز کن غریبه، باز کن رو تو، بذار همه بزرگی و عظمت خدا رو ببینن. دروغه، منو بکشید. همو نذارین یه بازی تازه سرتون بیاره. شیبان به این غریبه گفته اگه شفا گرفتی رو تو باز نکن تا سلیمون باز کن. من باز کنم؟ بله، دیگه خطری نداره، نترس، باز کن. نکنه باور نمی کنی شفا گرفته. من کیم که بخوام این غریبه رو رونما کنم؟ هر کی شفا گرفته، یعنی این درخت شفاش داده، از همون اول تا حالا تو فهمید. اون غریبه هم خوابشو برای تو تعریف کرد. پس یه سر و سری بین تو و این درخت هست. برگشتم نه؟ چه وقتی بهتر از الان؟ اما چرا اینجوری؟ من الان یه ماهه که بین این مردمم. من هی میگفتم این یه جورایی آشناست. مردم، من اگر حرف بزنم حرفمو قبول دارین؟ هر چی بگی قبوله. حرف داری بزن واسه بعد. نه برادر، باید الان بگم. الان خلیل مهمتره. راست میگی. مردم چرا دارین دل دل میکنین؟ کسی که اینجا رو آتیش زده باید آتیشش زد. اما اونی که اینجا رو آتیش زده خلیل نبود. کی دیده کار خلیل باشه؟ هیچ کس جز خلیل کار هیچ کس دیگه نیست. باش مراد، تو دیدی. قسمت میدم به زامن آهو که تازه به پابوسش رفتی، بگو کار کی بوده. خودت اینجا رو آتیش زدی. دیدی کار اون بند خدا نبوده. تو میخوای جون اینو نجات بدی؟ چرا جون خودتو به خطر میندازی؟ مردم، به خدایی که میشناسین، این درخت و این بقعه همش دروغه. دروغایی که این برادر نامسلمون من سرهم کرده. مردم چرا وایستادین این جلون بده؟ بذارید حرفشو بزنه. حتما یه چیزایی میدونه که ما هم بدونیم بد نیست. ما دیگه با خلیل کاری نداریم. خلیل فقط حرفی با اینجا دشمنی داشت.
الانم پشیمونه. زن داره، بچه داره، از سر تقصیراتش میگذری. اما تو حکایتت فرق میکنه. اینجا رو من آتیش زدم، الانم میخوام این بساطو جمع کنم. مردم به حرفای این گوش نکنید، این مسلمون نیست، برگشته به دین آبا اجدادیمون. بباف، تو که تو دروغ و دغل اوستایی. تو خیال کردی مردم عروسک دست تو هم که یه روز بگی شفا میده یه روز بگی دروغه؟ مردم این همه دق دلش اینه که بگه من شفا میدم نه درخت، ولی من نذاشتم. به حق همین درخت قسم، این بی حرمتی ها بی جواب نمیمونه. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ از ببند دهنتون مردی که شالاتان، دهنتون ببند. سولت بکشش، بیایید منم بکشید، اما نخواهید که بگذارم به این درخت و این مزار بی حرمتی بشه. سولت نه، اینم همینو میخواد. مردم اگه بذارید این جون سالم به در ببره روز خوش نمیبینید. بمیرم نمیذارم این بساط دروغ و کلک اینجا پا بگیره. مردم شفا دروغه، معجزه دروغه، نکنه خدا. اونایی که داری میگی از کفر ابلیس هم بدتره. شفا هست، معجزه هست، اما به اذن و خواست خدا، نه شاخه و تنه این درخت بی زبون. Bye.